অত <laughs> অহাগt <laughs> نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان به مکتب هادی خوش آمدید امیدوارم که هر کجایی که هستید حال دلتان خوب خوب باشه شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد درس امروز شویم شماره واتساپ خودمان برای شما اعلام میکنیم شما هر سوالی که دارید از طریق شماره با ما در ارتباط باشید شماره را یادداشت کنید شماره ما هست در دو سفر 964 780 255 چل سزده شما میتونید سوالات خودتان از این طریق برای ما روان کنید خب شایده عزیز ما در جلسه قبل در رابطه با کار انرژی و توان صحبت کردیم یعنی فصل سوم شروع کردیم دیگه موضوعی که صحبت کردیم در رابطه با کار بود کار را در فیزیک تعریف کردیم تعریفش چی بود؟ شما برای ما بگید که تعریف کار چی بود شاگرده عزیز؟ خوب فکر کنید و یاد بیارید درس جلسه قبلا تعریف کار به این صورت بود که اگر ما به یک جسم قوه وارد کنیم و این جسم ما بر اثر این قوه که ما وارد میکنیم و در جهت قوه تغییر مکان داد میگیم که کار انجام شده و گفتیم که حتما باید جسم ما تغییر مکان بدهد دیگه اگه تغییر مکان نداد شما هرچی هم قوه وارد کنید از لحاظ فیزیک کاری انجام نشده دیگه سیسته این مطالبی بود که در جلسه قبل بررسی کردیم و گفتیم واحد کار چی بود؟ واحد کار هم جول بود دیگه در این جلسه قصد داریم در رابطه با انرژی صحبت کنیم اما قبل از اینکه مبحث انرژی رو شروع کنیم دو تا مثال از مبحث کار باز هم با هم دیگه حل کنیم روی تختسیا تا با فرمول کار شما بیشتر و بیشتر تسلط پیدا کنید خب مثال ها رو با هم ببینیم سوال با هم میخوانیم گفته قوه 800 نیوتن بر جسم عمل کرده و جسم را 60 متر جابجا جا میکنه تغییر مکان میده جسم ما کار انجام شده را حساب کنیم خب فرمول چی بود به تخت سیاه نگاه کنید فرمول بگید برای ما شاگرد عزیز فرمول به این صورت بود w مساوی بود با f ضرب در d w کار نشان میداد f قوه بود و d هم اون مقدار جابجایی رو بر ما نشان میداد خب مجهول ما کار دیگه پس w مساوی میشه با f قوی وارد است 800 نیوتن ضرب در جابجایی ما 60 متره دیگه صحیح سن 60 متر رو من می‌نویسیم مساوی میشه با ضرب ساده انجام میدیم 6 ضرب در 8 برابر با 48 میشه 3 تا صفر هم داریم قرار میدیم که برابر میشه با 48 هزار جول شاید عزیز یادتون باشه وقتی که مسائل فیزیک حل میکنید حتما این واحد آخرش کنارش قرار بدید 48 هزار جول و تنهای معنی برای ما نمیده و ما باید واحدش حتما کنارش قرار بدیم متری پس از بریک کردن بر اثر قوه استکاک 155 نیوتن بین چرخهای آن و زمین پس از تای 5 متر متوقف میشن کار قوه استکاک را دریافت کنید اولاً همینجا یک نکته به شما بگیم در سنفای بعد با یاد میگیریم که قوه استکاک هم روی اجسام کار انجام میده دیگه سهیسته؟ بس این مثال برای همین آوردیم که شما یاد بگیرین که قوه استکاک هم کار انجام میدن حالا مثال با هم دیگه حل میکنیم و تخت سیاه نگاه کنید خب متعرف پس از بریک کردن بر اثر قوه که 155 نیوتن که بین چرخهای موتر و زمین هسته پس از تای پنگ میت متوقف میشه یعنی قوه رو به ما داده F مسایی با 155 نیوتن سهیسته؟ خب مسافت هم به ما داده گفته که دی ما هم هست 5 متر 5 متر تنگ کرده بعد متوقف شده الان کار قوی استکاک از ما خواسته کار فارمولش می دابلیو مساوی میشه با اف ضرب در دی مثل حالت قبل دابلیو مجهول مایه اف 155 پنج نیوتنه ضرب در دی ما هم که 5 متره سیسته ضرب انجام میدیم 5 ضرب در 155 کنیم 5 ضرب در 5 25 دو داریم 5 ضرب در 5 25 با 2 27 باز هم دو داریم 5 ضرب در 1 5 با 2 هم برابر با 7 میشه پس میشه 775 ژول دیگه درست است این شد از حل مثال در رابطه با مفهوم کار در فیزیک اما وارد مبحث امروز ما میشیم با موضوع انرژی خب انرژی به چی معنا میتونه باشه ما در فیزیک میگیم که هنگامی که یک جسم کاری انجام میده حتما انرژی داشته که کار انجام داده پس به توانایی انجام کار ما میگیم انرژی دیگه صحیح خب مثال بزنیم شما وقتی که یک وزنه یک جسم از زینه ها بالا میبرید دیگه شاگرد عزیز خب شما در واقع یک کاری رو انجام میدید دیگه صحیح خب برای بالا بردن این جسم روی زینه ها شما انرژی مصرف میکنید دیگه صحیح پس به توانایی انجام کار ما میگیم چی انرژی و جسم ما در صورتی دارای انرژیه که توانایی انجام کار را داشته باشه پس بین این دوتا مفهوم یک ارتباط بسیار نزدیکی وجود داره. وقتی که ما ورزش میکنیم حالا هر ورزشی فوتبال، والیبال بایسیکل رانی هر ورزشی که ما انجام بدیم ما انرژی مصرف میکنیم صحیح است؟ خب این انرژی را از کجا دریافت میکنیم؟ ما انسان ها این انرژی را از طریق خوردن غذا دریافت میکنیم صحیح شد؟ خب در رابطه با انرژی یک مفهوم دیگه که باید یاد بگیریم واحد اندازگیری انرژی ها. ما انرژی رو چی تعریف کردیم؟ توانایی انجام کار و گفتیم بین انرژی و کار یک ارتباط بسیار نزدیکی وجود داره پس میگیم که واحد اندازگیری انرژی هم همان واحد اندازگیری کاریه که جول یا ارگ هسته که در جلسه قبل یاد گرفت و در واقع ما طبق این مفاهیمی که یاد گرفتیم میتونیم یک جول به این صورت تعریف کنیم که یک جول برابر با مقدار کاریه که قوه یک نیوتن در فاصله یک متری برای ما انجام میدن صحیح شد؟ و مفهوم دیگه که باید بدانیم اینه که به نظر شما شاگردای عزیز انرژی که یک کمیت دیگه در فیزیک انرژی یک کمیت اسکالر یا یک کمیت ویکتوری مثلا میگیم انرژی 5 جول ده جول 100 جول صحیح آیا ما برای انرژی جهتی در نظر میگیریم خیر پس چون جهت نداره و فقط مقدار داره انرژی یک کمیت اسکالر هست یادتون باشه اما انرژی شاگرد عزیز انواع و اقسام متفاوتی داره که ما چند تا از اینها را در این جلسه با همدیگر بررسی میکنیم دیگه خب انواعش شما روی شکل هم میبینید انواع انرژی شامل انرژی میخانیکی انرژی حرارتی، انرژی هستهی، انرژی کیمیایی، انرژی الکترومغناطیس هست، انرژی سوتی انرژی جاذبه، انرژی حرکی، انرژی پتانسیل و انرژی های دیگه از اشکال انرژی هست که ما اینها را به طور مختصر با همدیگه مرور میکنیم و تعریف اینها را یاد میگیریم اولین انرژی که به شما گفتیم انرژی میخانیکیه انرژی میخانیکی در واقع به مجموع انرژی حرکی و انرژی پتانسیل در یک جز ما میگیم انرژی میخانیکی خب حالا انرژی حرکی چیه؟ انرژی حرکی انرژیه که اجسام به سبب حرکتشان داره مثلا یک تیاره در حال حرکت انرژی حرکی یا انرژی جنبشی هم در میگن انرژی حرکی داره یک موتر در حال حرکت یک بایسیکل در حال حرکت یک شخصی در حال حرکت یک قطار در حال حرکت اینها انرژی حرکی دارن چرا؟ چون تعریفش اینه. انرژی اجسام به سبب حرکتشون این میشه تعریف انرژی حرکی که فرمول محاسبه هم داره که با در های بعد با فرمول از اون آشنا میشیم دیگه نوع دیگه انرژی انرژی پتانسیل انرژی پتانسیل چی انرژی؟ انرژی که در اجسام ذخیره میشه خودش انواع مختلف داره باز هم که ما فقط همینقدر کافیه بدانیم که انرژی هسته که در اجسام ذخیره میشه مثلا شما یک کمان در نظر بگیرید وقتی که شما یک کمان کش میکنید هنوز این کمان رها نکردید این کمان دارای انرژی پتانسیله یک انرژی در این کمان ذخیره شده و وقتی که کمان رها میکنید این انرژی پتانسیل آزاد میشه و به انرژی حرکی تبدیل میشه پس به انرژی ذخیره شده در اجسام انرژی پتانسیل میگیم شما به نظر شما چه انرژی های دیگه در دوروبرتان هست که انرژی پتانسیل دارن یک انرژی ذخیره شده در خودشان دارن فکر کنید در رابطه با این مثال ها انرژی بعدی که قصد داریم معرفی کنیم انرژی حرارتیه انرژی حرارتی شاگرده عزیز انرژی که اجسام به خاطر اختلاف درجه حرارت بینشان به وجود میه بینشان مبادله میشه مثلا شما یک گلاس چای داغ در نظر بگیرید خب این چای داغ شما وقتی در محیط قرار میدین در کنار خودتون قرار میدین بعد از یک مدتی سرد میشه چه اتفاقی افتاده اتفاقی که افتاده اینه که انرژی حرارتی بین این چای و محیط مبادله شده تبادل شده دیگه پس انرژی حرارتی انرژی که بر اثر اختلاف درجه حرارتی بین دو جسم یا بین جسم و محیط ایجاد میشه صحیح شد انرژی بعدی که قصد داریم معرف کنیم انرژی سوتیه شاگردای عزیز اجسامی که از خود سوت منتشر میکنن یا در هوا یا در رسانه های دیگر اینا دارای انرژی هستن در واقع شما در سنف نهم یاد میگیرین که سوت نوعی از امواج حساب میشه در واقع سوت از طریق امواج که منتشر میشه پس میگیم که امواج سوتی دارای انرژی هستند یک نوع دیگر انرژی بود که ما به شما عزیزان معرفی کردیم اما یک انرژی بسیار مهم دیگری که وجود داره انرژی کیمیابیه خب انرژی کیمیابی در پیوندهای اتمها ها و مالیکول ها ذخیره شده و در واقع این انرژی کیمیابی که اینها رو در کنار هم این ذرات در کنار هم نگه میدار حالا این انرژی کیمیابی در مواد غذایی وجود داره که ما با خوردن مواد غذایی انرژی کیمیایی در بدن خودمان ذخیره میکنیم و همچنین در منابعی مثل نفت و گاز هم انرژی کیمیایی وجود داره سعی شد اما نوع بعدی انرژی انرژی نوریه انرژی نوری که انرژی الکترومغناطیسی هم دازو گفته میشه در واقع یک نوع از انرژی جنبشیه که از طریق امواج منتشر میشه دیگه صحیح شد مثلا مثل انرژی خورشید مثل اشعه ایکس مثل امواج رادیویی که ما باز هم این با این امواج در سینفای بعد آشنا میشیم همه اینها دارای انرژی نوری هستند دیگه انرژی بعدی انرژی برقی شاگرد عزیز انرژی برقی حاصل قوه جاذبه و دافع بین ذرات باردارن یا حاصل حرکت الکترون ها از یک نقطه به نقطه دیگر وقتی الکترون ها حرکت میکنن در واقع انرژی برقی را منتقل میکنن مثل چی مثل سائقه وقتی که اتفاق میفته این سائقه دارای انرژی برقیه و ما باید هواسمان باشه که در معرض این سائقه قرار نگیریم بعدی که انرژی خیلی مهمی امروزه در دنیا شناخته میشه انرژی هستهیه هسته حسده برخی از اتم مثل ای اورانیم اینا داخل خودشان انرژی دارن وقتی که ما این هسته ها را از هم میشکافیم در واقع شکافت هسته انجام میدیم یک انرژی بسیار زیادی آزاد میشه یا برخی ها هسته که این ها که اینها رو ما باید با هم ترکیب کنیم تا انرژی آزاد شه که به این کار همجوشی میگیم باز هم شما با این مفاهیم در صنف دوازدهم انشاالله آشنا میشین که انرژی هستی چی هست دیگه انرژی هستی یک انرژی بسیار مهمه که امروزه برای تولید برق در سراسر دنیا از انرژی هستی استفاده میشن و همچنین خیلی از کشورها برای مقاصد نظامی هم استفاده هم میکنن بمب های اتمی که خیلی از کشورها در حال ساختش هستن از هم انرژی هستی است اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره ما انواع انرژی رو شناختیم با انواع انرژی آشنا شدیم یک نکته که وجود داره اینه که وقتی که کار انجام میشه شاگرد عزیز انرژی از یک شکل به شکل دیگر تبدیل میشه صحیح شد مثلا وقتی شما گروپ روشن میکنید انرژی برقی به انرژی نوری یا انرژی حرارتی تبدیل میشه دیگه صحیح شد یا وقتی که شما غذا میخورید گفتیم دیگه وقتی شما غذا میخورید انرژی کیمیایی در بدن شما ذخیره میشه حالا وقتی که میرین بایسیکل رانی این انرژی کیمیایی به انرژی جنبشی برای شما تبدیل میشه و هزاران مثال دیگه که ما میتونیم در قسمت بزنیم پس وقتی که کار انجام میشه انرژی حتما از یک شکل به شکل دیگری تبدیل میشه یک کار خانگی برای شما در نظر گرفتیم این کار خانگی را انجام بدید و به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید کار خانگی چی هست یک فهرستی از وسیله های خودتون خودتان برای ما تهیه کنید مثلا همین گروپ که ما مثال زدیم یا تلویزیون حالا انرژی ورودی در هر وسیله را مشخص کنید مثلا در گروپ انرژی ورودیش چیه انرژی برقیه و در گام سوم شما تبدیل انرژی را برای ما بنویسید. که حالا انرژی برقی که وارد گروپ میشه به چه انرژی تبدیل میشه به انرژی نوری و انرژی حرارتی دیگه شما یک فهرستی از وسیله ها برای ما تهیه کنید و نوع انرژی ورودی و تبدیل اینها را برای ما بنویسید و برای ما روان کنید خب های عزیز و نازنین درس امروز ما با موضوع انرژی خلاص شد دیگه ما در این درس چی یاد گرفتیم؟ گفتیم که به توانایی انجام کار انرژی میگیم و واحد اندازگیر انرژی چیه؟ جول هسته دیگه سعی شد و با انواع و اشکال مختلف انرژی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که وقتی کار انجام میشه یک تبدیل انرژی حتما در اون قسمت صورت میگیرن خب تا جلسه بعد همه شما عزیزانه به الله پاک مسپاریم موفق بروز و سر بلند باشید